چه خوب که پاتریک تو مدرسه‌مون درس می‌خونه. آره خیلی باحاله. اینش بده که برادر دیاناست و مامانش هم خیلی بدجنسه. سلام بچه ها، مخلص پاترین. بیا اینجا. حتما. کجا؟ مگه بهت نگفتم نباید با این بچه ها دوست باشی؟ بهتون که گفتم خاله کلوی، پاتریک نباید با اینا دوست بشه. اصلا بچه های مؤدبی نیستن. شنیدین؟ چی؟ کی بیادبه؟ ما خیلی هم خوبیم، پاتریک هم رفیق خودمونه. واسه بار آخر میگم پاتریک، نباید با اینا بگردی. تو یه پسر خوب و مؤدبی، به حرفای من گوش میدی. اینا برات بدآموزی دارن، دوست ندارم با اینا باشی. چشم. کار خوبی کردین خاله، پاتریک اصلا نباید با اینا بگرده. اینا اصلا بچه های خوبی نیستن. آره متوجه شدی پاتریک؟ بله مامان. خب حتما. حالا دست دیانا رو بگیر و برید سر کلاس. ای بابا نمیتونیم باش دوست. آره بیم بریم سر کلاس. وای به حالتون اگه دوروبر پسرم به پلکی. پسرتو واسه خودت نگهدار بابا، همون دیانا واسش خوبه. آره دیانا چرا همه چیزو به مامانم گفتی؟ خب به خاطر اینکه اونا آدمای بدی هن و تأثیرهای بدی روت میذارن. حالا اینجوری همه به من میخندن. بی خیال پاتریک، هیچ کس بهت نمیخنده. من میرم تو کلاس خودم، تو هم برو حواستو بده به درست. باشه خواهر. سلام بچه ها. سلام دیانا. دوباره با این پاتریک اومدی مدرسه؟ اصلا از پاتریک و همکلاسیاش خوشم نمیاد. بچه ها بی خیال، خاله کلوی اصلا اجازه نمیده پاتریک با اونا دوست باشه. جدی میگی؟ دیانا تعریف کن ببینیم چی شد. هیچی بابا، اتفاق خاصی نیفتاد. فقط خاله کلوی اومد مدرسه و به پاتریک گفت نباید با بچه های کلاس دهجی دوست باشه. امیدوارم تأثیر داشته باشه و پاتریک واسمون شاخ نشه دوباره. اوه ای پاتریک، یعنی میخوای به حرفای مامانت گوش بدی و با ما حرف نزنی؟ میبینی سرش شلوغه، میخواد فیثاغورس شه. پاتریک مامانت بهت گفته ما بچه های بدی هستی؟ فعلم کنی، من دیگه با شما دوست نیستم. باشه پاتریک، پس از سر جای من بلند شو. من هر جا دلم بخواد میشینم. نه این صندلی منه. پاتریک اگه من جای تو بودم اینقدر پر رو بازی در نمی آوردم. فعلم کنین حوصلتون رو ندارم. بهتر یانا بهش دست نزن، یه وقت میره به مامان جونش میگه. یا به دیانا. کاش اصلا نمی اومدم این مدرسه مسخره. آره واقعا ای کاش. ای پاتریک تو لباس دیگه ای نداری؟ میخوای تا آخر سال با پیژامه بیای مدرسه؟ بلن بکنین مسخره ما. پاتریک پاتریک میای؟ بریم گم شین بابا. چی میخوای پاتریک؟ دارم میرم بوفه. دیانا عجله کن وگرنه اون کلاسی ها همه چیزها رو میخورن. خیلی خوب الان میام دختر، واسه من یه رانی و کیک بخرید. پاتریک زود باش بگو ببینم چی میخوای. دیانا من به کمکت احتیاج دارم. چه کمکی؟ بذار برم بوفه بعد بگو چی شده. خب نه دیانا اینجوری دیر میشه. خیلی خوب بگو ببینم چی شده. دیانا یادت قول دادی منو خفن کنی؟ آره یادمه. خب که چی؟ تو الان با بچه های دهجی دوستی، اونا باحالن. این یعنی تو هم باحالی دیگه. اونا دیگه دوستای من نیستن، مسخرم میکنن همش. خب من چی کار میتونم بکنم؟ میخوای مثلا باهاشون حرف بزنم بگم سر به سرت نذارن؟ نه میخوام خفن باشم، میخوام همه از من بترسن. چی؟ میدونی چقدر این کار سخته؟ دیانا وگرنه به مامانم میگم دوستات اومدن در خونه ها. خیلی خوب پاتریک. دیانا چت شده؟ چرا قد معطل میکنی؟ بیا دیگه. آره بچه های دهجه همه چیزها رو میبرن. چی شده دیانا؟ میخوای با پاتریک جدی صحبت کنم؟ نه بچه ها نمیخواد با هیچ کس صحبت کنید. یه اتفاق مهمی افتاده، بیاین تو. چی؟ نشنیدی ناستیا، باید بریم تو. شما به کمکتون احتیاج دارم. شما باید کمکم کنید پاتریک رو تبدیل کنیم به یه پسر خفن و جذاب. خب بعد جواب مامانش چی بدی؟ دیانا اگه خاله کلوی بفهمه میکشت، میفهمی؟ پاتریکم همینطور.
هیچی نمیشه، من از مامانم نمیترسم، من میخوام خفن باشم. گوش کنید بچه ها، باید به پاتریک کمک کنیم، وگرنه به خاله میگه که شما اومدید توی خونش دیدن. دیانا مطمئن این کار درسته؟ دیانا به نظرم این کارو نکن. دیانا ریسک نکن، یه جور دیگه باش کنار میاد. بچه ها شما نمیفهمید، من مجبورم این کارو بکنم، باید به کلاس دهجی نشون بدیم نمیتونن به همه زور بگن. آره من میخوام خفن باشم. فکر کنم باید این کارو بکنیم. بیاین شروع کنیم. خب فکر کنم اول از همه باید مدل شه. من میرم ژل بیارم. آره برو. خب دیگه چی لازم داریم؟ مثلا پیرسینگ، تاتو یا یه کت چرم و یه هودی. منتظر چی هستین؟ زودتر. تاتوش با من. منم پیرسینگ میذارم. یه کت چرمم از پسرای 11 اون قرض میگیریم. بیا دیانا، بیا ماشو درست کن. باشه بدش به من. دخترم مامو خراب نکنینا. پاتریک هر جوری بشی از الانت بهتر میشی. بالا به نظرم اگه موهاتو بلند بذاری خیلی خفن‌تر میشه قیافت. آره موهات خیلی کوتاهن. دیانا من اینو پیدا کردم. خوبه جوجا، موهاش آماده شدن. اینم از تاتو پیرسی. آی من قراره خیلی خفن شم. پاتریک اینقدر تکون نخور. پاتریک خفن ترین کتو برات آوردم، حال کن. از تو کماده یکی از بچه های یازده بیکش رفتم. آرتیم عالیه، بیارش اینجا. خیلی خوبه، کل بوفه مال ما شد. کاش که کلا بچه های نوع الف بوفه نمی اومدن. ساکت باشی، میشنوی یه صدایی از کلاس میاد، بیم بریم گوش بدیم. وای پاتریک تو خیلی جذاب شدی. آره جوجا من تقریبا عاشقش شدم. بچه ها زیاد وقت نداریم، زود باشی. شنیدی؟ آره بعید میدونم این پاخی بشه. بیاید یه نگاه بندازیم ببینیم چی کار دارن میکنن. دهجی در رو ببندید ببینم. آره ما داریم پاتریک رو عوض میکنیم، شما هم نباید ببینیدش. مگه تو خواب ببینید بچه ننه؟ فقط پیژامه بهش میاد. گوش کنین دهجی، وقتی ببینینش واسش قش میکنین. آره پاتریک خیلی خوب میشه. حالا برید بیرون. پاتریک من واقعا عاشقت شدم. ناستیا. خواهیم دید. وای خدای عالی شدی. دیانا با این چی کار کنی؟ من چه میدونم، یه کارش بکن. بندازش. باشه. پسر تو خیلی خفن شدی. کاش که منم اینجوری میشدم. دیانا چه داداش جیگری داشته. به نظرتون حالا مثل آدمای خفن شدن؟ آره خیلی جذاب شدی، عالی شدی. مثل تو چرخ سوارا شدی. من که از سودی میشه به من یه موبایلم میخوام. وای نه اینو خیلی دوست دارم. دیانا به هم یاد بده چجوری باش کار کنم. ببین آسونه، اینجوری بازش میکنی، اینجا میتونی عکس بگیری، اینجا هم شماره تلفن ها، فهمیدی؟ آره حالا چطور به نظر میام؟ عالیه. پاتریک برو سر کلاس، الان درستون شروع میشه. باشه من رفتم. ناستیا پاتریک رو دیدی؟ آره پسری ما اصلا باش قابل مقایسه نیستن. ایوه چقدر خوب شد. آره کستیا اون الان قطعا خفن ترینه. دیانا منم مثل پاتریک شم عاشقم میشی؟ متاسفم دیما، تو هیچ وقت مثل پاتریک نمیشی. بچه های نوع الف چقدر ساده. آره احمقا، مثلا میخوام پاتریک رو عوض کنن، حتما میخوام یه پیژامه دیگه تنش کنن. هی مشکو چونو منتظرم بودی نه؟ وای این موتور سواره کیه؟ پاتریک خودتی؟ مگه کوری ماروسیا؟ پاتریک بیا عزیزم، بیا جفت خودم بشی. عمرن یا نه؟ نمیبینی یا نه؟ پاتریک دوست داره پیش من بشینه. مگه تو خوابت ببینی من با تو حال بکنم بابا؟ آدم خربازه رو با پوست بخوره اینجوری زایه نشه. پاتریک بعد مدرسه میای بریم سینما؟ من میگم بریم موتور سواری پاتریک جونم، داداشم موتور داره ها. بلم کنی من از شما خوشم نمیاد پیزوریا. من و پاتریک قراره بعد مدرسه با هم بریم باشگاه.
هی من همینجوریشم خفنم، مثل تو نیازی به باشگاه ندارم. وای چه هم کلاسی گیرمون اومد. دم دیانا گرم با این داداشش. پاتریک پسر عزیزم کجایی؟ بچه ها پاتریک کجاست؟ با پسرم چی کار کردی؟ ما کلن هیچ کاری باش نداشتیم خاله کلوی. ما تقصیری نداشتیم، پسرتون اینه. چی؟ پاتریک؟ پاتریک پسرم؟ نمیبینی مامان، سرم شلوغه. چی؟ پاتریک پیژامت گوشین کتو از کجا آوردی؟ اینا چیه کردی تو دماغ و گوشت؟ مامان من خیلی خفنم مگه نه؟ آره پاتریک خیلی خفنه. بچه های بی تربیت، میدونستم پاتریک نباید با شما بگرده. صبر کنید واسه تون دارم. به خدا تقصیر ما نبود، دیانا و بچه های نوع الف اینجوریش کردن. بهشون گفتیم این کارو نکنن. اونا پاتریک رو از را به در کردن. دیانا پاتریک بیا بریم. مامان من سرم شلوغه. ساکت باش دارم زنگ میزنم. دیانا با پسرم چیکار کردی؟ تقصیر من نبود خاله، پاتریک خودش میخواست اینجوری آره بشه. آره دیانا تلاششو کرد. خودش میخواست این شکلی باشه. آره بابا آره خودش گفت. میدونی خاله الان پاتریک خیلی قشنگتر از قبلشه که با آره پیژامه بود. آره پسره خفن این شکلیه. پسره خفن. دیانا خودتو توی بد دردسری انداختی. پیژامه پاتریک کجاست؟ جوجا تو سطل آشغاله. سطل آشغالاره؟ گوش کن دیانا، از فردا تو هم مثل پاتریک پیژامه میپوشی. زندگی شیرین دیگه تموم شد. چی؟ پیژامه عمرن؟ میپوشی. موبایلت هم بده به من. نمیدم، امکان نداره. میدی، بدش به من. دیانا تو بعد دردسر افتاد. راحت شدم. بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. من بعد یه جوری به این خاله کلوی بفهمونم که نمیخوام با پیژامه بیام مدرسه و نمیخوام گوشیمو بهش بدم. فعلا خدافظ. دیانا چقدر منتظرت بمونم؟ پاتریک بیا بریم خونه.